پردرآمدترین یوتیوبرهای سال 2018. سلام دوستان عزیز، با من راشد سروری با یکی از دیگر ویدیوهای چینل تاپ 10 نیو خوش آمدید. با یکی دهه گذشته فقط هنرپیشه های سینما، خواننده ها یا ورزشکاران جز ستاره های پولساز جهان به شمار می رفتند. اما در دهه اخیر با رشد فناوری و ظهور شبکه های اجتماعی ویدیو محور همانند یوتیوب ستاره شدن و کسب کار درآمد چندان هم سخت نیست. به طور مثال رایان 7 ساله با روش جذابی که برای بررسی اسباب بازی در پیش گرفته است و همکاری والدینش توانسته است امسال 22 میلیون دلار با ویدیوهای خود به دست بیاورد. به مثال فرد همانند مارک پلایر، یکی از ستاره های اینترنتی بسیار محبوب است، پردرآمدترین یوتیوبر های سال 2018 فقط در 12 ماه گذشته توانسته از مبلغ بر 17.5 میلیون دلار با اشتراک گذاشتن ویدیوهای خود در یوتیوب درآمد داشته باشد. این یوتیوبر آمریکایی با نام واقعی مارک ادوارد فیشباگ برای اولین بار در سال 2012 میلادی کانال یوتیوب خود را راه اندازی کرد. در آن زمان دانشجوی رشته زیست پزشکی در دانشگاه سینسیناتی بود، البته بدترین و سختترین دوران زندگی خود را پشت سر می گذراند و مارک پلایر در آن دوره نامزدش هم جدا شده بود و شکست عاطفی را تجربه می کرد. همزمان کار اداری خود را هم استعفا داده بود. او باید تومور غده فوق العاده کیلویی خود را جراحی می کرد. مارک پلایر در این رابطه گفته است: همه این اتفاقات ناخواسته باعث شدند تا احساس کنم هیچ کنترل روی زندگی خود ندارم و باید یک تغییر اساسی در این رابطه صورت دهم. مارک فیشباگ اکنون 29 ساله است. در لس آنجلس زندگی می کند. ابتدا سراغ ضبط قطعات صوتی کوتاه رفت. شاید در حوزه صدا پیشگی بتواند شغلی برای خود دست پا کند، اما خیلی زودتر متوجه شد که کاربران کلیپ های تصویر را بیشتر استقبال می کند. برابر این انجام بازی های ویدیویی خود را شروع به فیلم برداری. برایتان خیلی عجیب است که پلی استیشن بازی کردن یک نفر را تماشا کنید. مارک پلایر با 22.4 میلیون سابسکرایبر حدود 10 میلیارد بازدید این کار را انجام می دهد. با این وجود فیشباگ یکی از 5 گیمر برتر سال 2018 میلادی به شمار می رود. یکی از صدرنشینان لیست 10 ستاره برتر یوتیوب امسال توانسته از مجموع 18.5 میلیون دلار کسب درآمد کند که حدود 42% نسبت به سال 2017 رشد داشته است. او برای بازی کردن پول می گیرد. ساخت ویدیوهای بازی برخلاف دیگر دستبندی های خیلی سریع و آسان انجام می شود و این طور که ممکن است یک گیمر هر روز یک ویدیو در کانال یوتیوب خود منتشر کند. بر اساس قانون شبکه اجتماعی، فعالیت مداوم منظم کاربران و مفهوم های درست کسب کار درآمد آنها بیشتر است. یوتیوب برای جوانانی که از برنامه های تلویزیونی بیزار هستند گزینه بسیار مناسبی است. حتی می توانند آنها را به موفقیت تیز برسانند. دیوید هانتزگر از مدیران استعدادیابی دیجیتال در کمپانی WME می گوید: تا 15 سال پیش بازی کردن خیلی هم برای مردم جذابیت نداشت. یعنی در واقع افرادی که سراغ کنسول های بازی می رفتند که این سرگرمی را برایشان جذابیت نداشت. اما اکنون افرادی را می بینیم که در گوشه ای از اتاق نشستند و ایکس باکس را بازی می کنند و بدون کنسول های خود نمی توانند نفس بکشند. مارک پلایر با نام واقعی مارک ادوارد فیشباگ. تقریبا همه ده نفری که نامشان در این لیست وجود دارد، همه آنها یک برند تجاری را با نام خود راه اندازی کردند و کالاهای را به فروش می رسانند. برای آشنایی با دیگر افراد در این لیست در ادامه ویدیو با ما باشید. شماره 10. لوگان پاول. درآمد سال 2018 او 14.5 میلیون دلار می باشد. لوگان الکساندر پل 23 ساله یکی از سرگرمی سازهای شبکه های اجتماعی هنرپیشه آمریکایی است که اولین بار برای به دست آوردن شهرت از طریق سرویس اینترنتی با این به اشتراک گذاری کلیپ های کوتاه پرداخت. البته بیشتر شهرت خود را برای نمایش گذاشتن فیلمی از یک خودکشی واقعی در ژاپن که در آن فرد خود را از درخت حلق‌آویز می کرد به دست آورد. او بعدا برای این کارش عذرخواهی کرد. شماره 9. پی وی دی پای. درآمد سال 2018 او 15.5 میلیون دلار می باشد. فیلیکس آورد اولوف شیلبرگ
ساده 24 اکتبر سال 1989 که در فضای مجازی معروف به پی وی دی پای یکی از کمدیان های سوئدی و تهیه کننده بازی است. بخاطر ویدیوی لیت پلی ویلاگ هایش شناخته شده است. او با داشتن 72.5 میلیون سابسکرایبر در یوتیوب چنل خود را دارد. شماره 8 جک اسپیتیکای. درآمد سال 2018 او 16 میلیون دلار می باشد. یکی از دیگر ستاره های اینترنتی که در لیست 10 یوتیوبر پر درآمد سال 2018 نامش به چشم می خورد جک اسپیتیکای. شان ویلیام مک لاکن که بیشتر با نام مستعار جک اسپیتیکای و یا جک شناخته شده است یک یوتیوبر اهل ایرلند است. مک لاکن روزانه در کانال یوتیوبش حداقل یک ویدیو اپلود می کند. معمولاً ویدیوهای لیتس پلی ویلاگ می باشد. مک لاکلین نام خود را پرانرژی ترین مفسر بازی های ویدیو در یوتیوب گذاشته است. شماره 7 وانسو گیمینگ. درآمد سال 2018 او 17 میلیون دلار می باشد. او بیشتر دوست دارد بازی اساسین کرید را بازی کند. ایوان فانگ یک گیمر کانادایی است که بازی های دشوار همانند کال آف دیوتی و از طرف دیگر در زمینه هیپ هاپ فعالیت دارد. او نیز دوست دارد که روی یک موبایل نشسته و گیم را بازی کند تا درآمد بیشتر داشته باشد. شماره 6 مارکو پلایر. درآمد سال 2018 او 17.5 میلیون دلار می باشد. مارکو پلایر اهل هوایی است که برای بازی کردن با کنسول های پلی‌استیشن 4 میلیون ها فالوور در شبکه های اجتماعی دارد. در بالا به طور کامل در مورد این یوتیوبر برایتان توضیح دادیم. شماره 5 جیفر ستار. در آمد سال 2018 او 18 میلیون دلار می باشد. این میکاپ آرتیستی که از دوران مای اسپیس به عنوان یک گول در حوزه آرایش خود را به جهانیان شناسانده است، سپس خط تولید لوازم آرایشی خود جیفر ستار را راه اندازی کرد. او برای فروش سایه، روژ لب، کریم و روشن کننده پوست حدود 100 میلیون دلار به طور سالانه به دست می آورد. شماره 4 دن تی دی ام. درآمد سال 2018 او 18.5 میلیون دلار می باشد. این گیمر انگلیسی دانیل میتلدون که تخصص ویژه در بازی مینیکرافت دارد سال گذشته میلادی 16.5 میلیون دلار درآمد داشته است و امسال توانسته است درآمد خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. خط تجاری او در کانال یوتیوبری برای او درآمد دارد. خط تجاری او با فروش کلاه پشتی، کلاه بیسبال و هودی برای او درآمد نیز دارد. شماره 3 دودی پرفکت. درآمد سال 2018 20 میلیون دلار می باشد. این گروه از 5 ورزشکار مرد با نام های کوبی، کوری کاتن، گرت هلورد، کادی جونز و تایلر تونی تشکیل شده است که خدای تردستی و مهارت یاد می شوند. شماره 2 جیک پاول. درآمد سال 2018 او 21.5 میلیون دلار می باشد. برادر کوچکتر لوگان از شماره 10 لیست ما. از برند تجاری خود توانسته است پول خوبی به جیب بزند، اما در همین حال 31.5 میلیارد کاربر هم در آهنگ های رپ و شوخی های خشن و سرگرم کننده به این میزان در شبکه یوتیوب خود طرفدار دارد. شماره 1 رایان تایز ریویو. درآمد سال 2018 22 میلیون دلار می باشد. صدرنشین فهرست پردرآمدترین یوتیوبرهای سال 2018 با انتخاب فوربس کسی نیز جز یک پسر بچه 7 ساله که با بررسی اسباب بازی هایی که بر روش جادویی خود میلیون ها طرفدار را در سر تا سر جهان ساخته است. جالب است که والمارت هم با او بخش فروش خصوصی داده است. مجله فوربس گفته است که 1 میلیون دلار از مجموع درآمد 22 میلیون دلاری رایان را به تبلیغات قبل از نمایش های ویدیوی در یوتیوب به دست آمده و باقی مانده مربوط به تبلیغاتی است که با حمایت مالی بعضی شرکت ها انجام شده است. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتان آمده باشد این ویدیو را لایک کنید، شیر کنید. اگر انتقادی، پیشنهادی یا ویدیوی پیشنهادی دارید در بخش کامنت می توانید کامنت بگذارید. و ها، اگر تا به حال چینل ما را سابسکرایب نکرده اید همین حالا چینل ما را سابسکرایب کنید و آیکن زنگوله را فشار دهید تا هیچ یک از ویدیوهای ما را از دست ندهید.